ارزیابی شما از این بخشنامه‌ای که ابلاغ شده چیه و چرا بانک مرکزی به نظر عقب نشینی کرده از موضع قبلی خود؟ عرض بکنم عنوانی که طرح شده در واقع به این است که میخواهند کسب و کارهای غیر قانونی از جمله قمار رو جلوش بگیرند، ولی ملاحظات بسیار دیگری که هنوز مشخص نیست میتونه در میون باشه. عرض کنم در تمام دنیا محدودیت هایی وجود داره برای انتقال های اینچنینی از کارت ها یا استفاده از کارت ها، هم از نظر مبلغش محدودیت وجود داره و همین که هزینه هایی رو هر ازایی تحمیل میکنه بهشون. ولی در مورد ایران باید دید که واقعا چه هدفی دنبال میشه. میتواند این مسئله رو دنبال بکنه که گردش پولی رو سرعتش کم بکنه، در نتیجه تورم رو اندکی کاهش بده، ولو که موتور تورم در اونجا نیست، در جاهای دیگه است. میتواند جلوی گریز از مالیات رو بگیره برای اینکه مواردی که با عرض کنم قبض و بیجک معامله نمیشه از طریق کارت به کارت، اینا معمولا میتوانن از مالیات فرار بکنن. اینکه محدود کردن به کارت ملی یعنی که شخص که وارد معامله میشه شناسایی میشه و حدی که روش میگذرن که روزانه بیشتر، البته گفتن متغیر خواهد بود از جایی به جایی، از فردی به فردی، از موردی به موردی، ولی به هر صورت 20 تا در روز و مبلغ 200 میلیون تومان حد اکثر سقف و 80 فقره در ماه. این میتواند مجموعه این هدف ها رو دنبال بکنه، ولی واقعا باید ببینیم که دولت کدوم یک از این هدف ها رو در نظر داره. اونی که مسلم است این است که برای بخش بزرگی از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی که از این طریق معاملاتشون انجام میدن میتونه صدمه بسیار بزرگی وارد کنه. خب دقیقا اشاره کردید به جلوگیری از گریز از مالیات و همینطور کسب و کارها، صاحبان اونها الان خب معترض هستن و میگن با این کار قراره که مالیات بیشتری پرداخت بکنن. این چه تأثیری میتونه روی زندگیشون داشته باشه؟ طبیعیست ببینید هر گونه اصابت مالیاتی میتوانن هزینه رو برای خریدار بالا ببره در نهایت، برای اینکه هر فروشنده ناگزیر است که مالیات رو از طریق قیمت منتقل بکنه به خریدار. در نتیجه از طرف دیگه بالا رفتن قیمت سبب می شود که تقاضا، چون قیمت بالا میره، تقاضا برای اون جنس برای کاهش پیدا بکنه. در نتیجه تأثیرهای متفاوتی روی تولید کننده، مصرف کننده داره. ولی باز ببینید اگر دولت این مسئله رو، نظام بانکی ایران این مسئله رو عنوان کنه، باید گفت که به نظر من مشکل رو جای غلطی پیدا جستجو میکنه. برای اینکه مسئله مالیات در ایران از حدود بیش از 50% تولید ملی ایران به لحاظ حتی قانونی مشمول مالیات نیست. جاها ظرفیت های بزرگی برای کسب مالیات وجود داره که باید نظام عرض کنم مالی متوجه اونها باشه. ولی به هر صورت این باید ببینیم واقعا در اندک مدتی میشود دید که چه تأثیرهایی میگذاره، ولی تأثیر عمدش روی تعطیل کردن و شکسته کردن و جلوگیری کسب و کار این کسبه کوچک اینترنتی خواهد شد. متشکرم از توضیحاتتون. حسن منصور، اقتصاددان از برموس.